سلام، به این صفحه ایدوی ویژه خوش آمدید. بامداد جمعه یک حمله پهپادی به کاروان حامل مهمترین ژنرال های ایران و عراق در حوالی فرودگاه بغداد منجر به مرگ قاسم سلیمانی شد. فرمانده سپاه قدس، نیروی برون مرزی ایران که در یک دهه اخیر نقش او فراتر از یک فرمانده نظامی به عنوان معمار سیاست منطقه ایران تأثیری عمیق بر روابط این کشور و غرب داشت. شورای عالی امنیت ملی ایران برخلاف معمول با حضور شخص آیت الله خامنه ای اعلام کرد که انتقام قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. این انتقام و شیوهی که ایران برای اقداماتش در روزهای آینده در پاسخ به عمل کرده کاخ سفید در نظر می‌گیرد، آینده ایران و منطقه را تعیین خواهد کرد. آیا جنگی تمام عیار در راه است؟ دونالد ترامپ چطور و چرا در این موقعیت زمانی تصمیم به کشتن قاسم سلیمانی گرفت در حالی که پیش از این هم فرصت این را داشت؟ دیروز در همین ساعت پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی و بعضی از مهمترین چهره‌های نظامی عراق برنامه‌ای داشتیم با این محور که آیا ایران و آمریکا در عراق مشغول جنگند؟ امشب دوباره از همان میهمانان دعوت کرده ایم تا نظر آنان را دوباره بشنویم، با این محور که آیا بعد از این تحول بسیار مهم جنگ ایران و آمریکا فراتر از مرزهای عراق اتفاق می‌افتد؟ مهمانان ما: افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز، حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در کردستان عراق از بروکسل با ما، کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی از نیویورک، و اینجا در استودیو پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی. خوش آمد میگم به همه مهمانان. آقای مجتهدزاده، دیروز صحبت می‌کردیم، چنین حدسی نزدیم که چنین اتفاقی میفته. فکر میکنید چرا؟ چرا انقدر دور از ذهن بود؟ برای اینکه غافل گیرنده بود، برای اینکه ناگهانی بود، برای اینکه عرض کنم در نرم روابط دو کشور و برخوردهای دو کشور این شکلی عمل کردن مورد انتظار نبود. چرا؟ برای اینی که ببینید از همه مسائل که بگذاریم، کی خوبه کی بده، این کشور خوبه اون کشور بده، اقدامی که صورت گرفت یک اقدام وحشتناک است. ببینید یک مقام رسمی، یک فرمانده رسمی نظامی یک کشور رو کشور دیگر در کشور سوم ترور میکنه. آقای ترامپ آمده بود به منطقه خاورمیانه که جلوی تروریسم جمهوری اسلامی رو بگیره. در نهایت می‌بینیم خودش متوسل به تروریسم شده است و این بدی قضیه در این است که به هر حال یک نوع واکنش رو ما باید منتظر باشیم و این واکنش نمیتونه نقل و نبات پخش کردن باشه. این واکنش هرچی باشد تروریسم رو 300 میبره بالا. چرا آقای ترامپ این کار رو میکنه الان؟ برای اینکه در کشور خودش مورد استیضاح پارلمان خودش هست و برای اینکه نوبت خودش رو، شانس خودش رو در انتخابات بعدی از دست ندهد، دست به اینجور نمایش میزنه. خانم انتخابی فرد، نظر شما چیه؟ یادمون باشه که آقای پومپئو و شخص آقای ترامپ گفتند که آقای سلیمانی در حال برنامه‌ریزی برای کشتن آمریکایی‌های زیادی بوده و تصمیم اونها به این دلیل گرفته شد. خب الان زود هست که بخوایم بگیم چه تصمیمی داشتن، ولی از اونجایی که این سفر رسمی بود، در فرودگاه بین‌المللی بغداد از هواپیما خارج شدن و با یک هواپیمای مسافربری از سوریه اومده بودن، معنیش این هستش که پوشیدگی نبوده در این سفر. بعضی از مقاماتی که با روزنامه ایندیپندنت فارسی صحبت کردن، خبر از اون میدادن که سفر رسمی آقای سلیمانی به عراق، اونگونه که به مقامات عراقی اطلاع داده بودن، در جهت بررسی حمله به سفارت آمریکا و کم کردن تنش بین هشت شعبی و دولت عراق بوده. خواهش می‌خوام قطعتون بکنم. خانم انتخابی فرد، منظور شما این هستش که آقای سلیمانی با اعلان قبلی به مقام‌های عراقی میرفت به بغداد برای اینکه حمله به سفارت آمریکا را برنامه‌ریزی بکنه؟ نه اینکه برنامه‌ریزی بکنه، در حمله‌ای که شده بود توسط نمایندگان هشت شعبی برای تنش زدایی بین هشت شعبی و دولت عراق گفتگو داشته باشن با مقامات. بله. در سایه هم چیزی بوده که ما از منابعمون در کشور عراق شنیدیم. اما اینکه چرا به یک بار این حمله اتفاق افتاد و چه عواقبی میتونه داشته باشه، همونطور که جناب مجتهدزاده اشاره کردن، خب حمله در یک فرودگاه بین‌المللی انجام گرفته، آقای سلیمانی مهمان بوده و مقامات عراقی هم امروز نخست وزیر اعلام کرد که محکوم کرد و گفت که اعلام نتیجه و تصمیم گیری رو به پارلمان عراق میسپاره.
اما از اون مهمتر رئیس جمهور و رئیس پارلمان بودن که خواستار خیشتنداری مردم عراق شدن و حتی آقای سیستانی گفتن که نمیخوان عراق صحنه رودررویی آمریکا و ایران بشه در این کشور. کشورهای منطقه متوجه وخامت هستند که جمهوری اسلامی با توجه به عوامل و دست نشانده هایی که از لبنان، سوریه، عراق تا یمن داره واقعا میتونه از یک جنگ نیابتی برای ایالات متحده بهره بگیره. چرایی این حمله رو میتونه به حساب استیضاح آقای ترامپ، نزدیک بودن انتخابات و مهمتر از همه حمله به سفارت آمریکا بذاریم. من دیروز اشاره کردم که این سفارت به حدی بزرگ هست که در حد یک وزارتخونه، در حد یک پنتاگون، در حد یک شهر برای آمریکا دیده میشه. حمله کردن به اون شکل برای ایالات متحده باعث سرافکندگی بود و واقعا لازم داشتن که یک اقدامی را انجام بدن. متقابل یک پیمانکار آمریکایی کشته شده بود و کشتن آقای سلیمانی اختیاریه که اگر تحریکات بر علیه منافع آمریکا، متوجه باشیم منافع دوستان ایالات متحده در منطقه مورد تهدید قرار گرفته بود، ولی آقای ترامپ واکنشی نشان نداده بود. منافع مستقیم آمریکا اگه مورد تهدید قرار بگیره، میخوان نشون بدن که آماده هستن که اقدامات بیشتری رو انجام بدن. نظر آقای دستپیش رو بشنویم. آقای دستپیش، فکر میکنید که چرا در حالی که اونطور که خانم انتخابی فر میگن ظاهرا آقای سلیمانی میرفته برای مذاکراتی برای کم کردن تنش، از طرف دیگه میدونیم که قبل از اتفاق روز گذشته اون در واقع کمپی که جلوی سفارت آمریکا تشکیل شده بود از طرفداران هشت شبی رو جمع کردن، به نظر می اومد که با یک هماهنگی و همراهی از خارج از مرزهای عراق این اتفاق صورت گرفته. فکر میکنید چه شد که ناگهان رسیدیم به اینجا که در بامداد روز جمعه با حمله پهپادی آقای سلیمانی به همراه فرمانده کتایب کشته میشه؟ ببینید، این که گفته میشه که آقای سلیمانی به اصطلاح برای میانجیگری اومده، نه، آقای سلیمانی سه روز قبل از اون اونجا بوده. بنده با بعضی از سیاستمداران کردی که در بغداد هستند شخصا صحبت کردم و این موضوع پیگیری کردم، به این معنا که ایشون قبلا اونجا بوده یا نه. ایشون قبلا اونجا بوده اما واقعیتش مشخص نیست. این تجمع نیرویی که اونا کرده بودن به معنای به اصطلاح نیروهای هشت شعبی و آقای قاسم سلیمانی به چه منظوری بوده، در مجموع میخوام بگم که نکته‌ای که اینجا مهمه که فکر میکنم این حمله هم میتونه حامل اون پیام بشه، اینه که شما یه اعتبار یک دولت رو، مخصوصا دولتی به نام یا ابرقدرتی به نام ایالات متحده رو نباید زیر سوال ببرین، به این معنا که اقتدار یا توانش این رو نداره که دست به عمل خیلی رادیکال و خیلی جدی بزنه. این عمل در... فکر میکنید که مثلا زدن پهپاد آمریکایی همچین موقعیتی رو ایجاد نمیکرد؟ چه شد که این بار تا این حد در واقع واکنش، و اونم واکنشی در این سطح، کشتن کسی که همه اهمیت او رو، چه دشمنانش چه دوستانش، بهش اذعان میکنن؟ ببینید، بنده معتقدم که رفتارهای جمهوری اسلامی در عراق حالت سعودی و پرخاشگرانه پیدا کرده بود و این حالت سعودی و پرخاشگرانه طبیعتاً قبل از هر چیز اتوریته ایالات متحده را زیر سوال می برد، به این معنا که مشروعیت یا توان و یا اعتبار اون رو نداره. حتی آقای خامنه‌ای در توییتش که کرده بود گفته بود که شما نمیتونید این کار انجام بدید. این نوع از برخورد با اون مسائلی که پیش اومد در حقیقت ایالات متحده را در وضعیت خیلی حساسی قرار داد، به این معنا که اگر در این مورد به اصطلاح واکنش جدی نشون داده نشه و به معنای سمبولیک به اونها این پیام رو نرسونن که ما در این مسائل جدی هستیم، به همین خاطر بنده فکر کنم یک نوع واکنش جدی بود و هول دادن ترامپ بود به گوشه رینگ، به این معنا که ما هر کاری، هر مسئله‌ای که می‌خوایم با شما میتونیم انجام بدیم. و در این مورد خاص آقای سلیمانی نوع حرکتش به اصطلاح در بغداد کاملا برعکس اون وضعیتی است که در بغداد وجود داره، به این معنا که اون خلای امنیتی که وجود داره این امکان رو فراهم کرده بود که این اتفاق بیفته. در مجموع میخوام بگم که شرایطی که در این شرایط زمینی که این مسائل رو به وجود آورد منبعث یک از نوع واکنشی است که ایالات متحده را کاملا
به اصطلاح اعتبار ایالات متحده رو زیر سوال می‌برد. آقای شاهی، شما با این موافق هستید در واقع این کار ایالات متحده برای بازپس گرفتن اعتبار هست که به گفته آقای دستپیش با حملاتی که انجام شده بود توسط ایران زیر سوال، یا نزدیکان به ایران، گروه‌های نزدیک به ایران زیر سوال رفته بود؟ آیا واقعا اون هدف الان اگر هدف این بوده برقرار شده با توجه به اینکه به هر حال همین امروز آمریکا مجبور شده که به تمام آمریکایی‌هایی که در عراق هستن هشدار بده که کشور رو ترک بکنن؟ من با فرمایشات بهمان شما تندازه زیادی موافق هستم، اما در این حال اعتقاد دارم که اتفاقی که دیشب افتاد رو ما نباید در یک خلأ تاریخی تحلیل بکنیم. عملا تمام اتفاقاتی که در 6 ماه گذشته، یا بهتر بگم 1 سال گذشته افتاده، اگر که 2 سال پیش از هر کدوم از میهمانان شما پرسیده میشد که انتظار چنین اتفاقاتی رو دارید که مثلا پهپاد آمریکایی در آب‌های خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیره، یا بعضی از نفتکش‌ها در دریای عمان یا خلیج فارس مورد هدف قرار بگیرن، یا مهمتر از اون آرامکو مورد هدف قرار بگیره، یا سپاه پاسداران توسط ایالات متحده در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، شخص اول مملکت آقای علی خامنه‌ای در واقع لیست تحریم‌ها قرار بگیره، وزیر امور خارجه در لیست تحریم‌ها قرار بگیره. عملا تمام اتفاقاتی که در 6 ماه گذشته یا 1 سال گذشته افتاده بود در واقع یک پروسه بسیار فرسایشی رو به وجود آورده بود که تمام مناسبات ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو تحت شعاع قرار داد. اگر که ما اتفاقات چند ماه گذشته رو نگاه بکنیم می‌بینیم که به مرور زمان هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی داشتن در واقع آستانه تحمل همدیگر رو محک می‌زدن. به همون اندازه که حمله احتمالی جمهوری اسلامی به آرامکو غیر قابل انتظار بود و غیر قابل تصور بود و عملاً آستانه در واقع تحمل جمهوری در واقع ایالات متحده محک زده شد، اتفاقی هم که دیشب در عراق افتاد دور از تصور بود و دور از باور بود. اما خب اگر که ما به اون پروسه فرسایشی نجنگ نصلح 6 ماه پیش یا 1 سال پیش توجه بکنیم، می‌بینیم که با در نظر گرفتن این پیچیدگی ها، با در نظر گرفتن این اتفاقاتی که افتاده، شاید آنچنان هم دور از تصور و دور از باور این اتفاق نبوده. اگر اینطور حساب بکنیم، فکر میکنید واکنش ایران چه میتونه باشه آقای شاهی؟ امروز جلسه شورای عالی امنیت ملی به طور غیر معمولی با حضور شخص آیت الله خامنه‌ای برگزار شده و گفتند که انتقام میگیریم. چه نوع انتقامی مورد انتظار هست؟ ببینید، این اولین باری نیست که یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران خارج از مرزهای ایران مورد هدف قرار میگیره، یا کشته میشه، یا ترور میشه، یا هر اسمی که میخوان براش بذارن. اما یک تفاوتی وجود داره، یک تفاوت آشکاری وجود داره بین آقای سلیمانی و عملا تمام بازیگران حوزه امنیتی در جمهوری اسلامی. آقای سلیمانی صرفا یک سرباز برای جمهوری اسلامی نبود. آقای سلیمانی یکی از نزدیکترین، یکی از معتمدترین، یکی از کلیدیترین مهرهای نزدیک به آقای علی خامنه‌ای بود. با این حساب کنیم واکنش چه باشه؟ در زمانی که جمهوری اسلامی درگیر یکی از بدترین در واقع بحران‌های مشروعیتی درون کشور هست، در واقع غیبت آقای سلیمانی در حوزه سیاست خارجی میتونه تبعات بسیار جدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما روایت و روایت‌ها و جنگ روایت‌ها برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هست. من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تمام پیچیدگی‌هایی که امروز وجود داره هم درون کشور و هم در منطقه بخواد در واقع از یک جنگ تمام عیار استقبال بکنه، اما در این حال نمیتونه هم در واقع بی تفاوت باشه، چون دوست داره جنگ روایت‌ها رو در واقع حداقل به شکل نمادین پیروز بشه. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن ظرفیت‌های محدود نیروهای نظامی ایران، جمهوری اسلامی چاره‌ای نداشته باشه که از قدرت‌های نیابتی خودش استفاده بکنه برای یک برد نمادین، برای یک پیروزی نمادین
که بگه در واقع ما اون واکنش قاطع، اون واکنش در واقع منطقی رو در برابر این اقدام ایالات متحده نشان دادیم. اما بعید میدونم فراتر از این واکنش نمادین باشه. آقای مرتضی، شما با صحبت آقای شاهی موافق هستین؟ از صبح ما به هر تحلیلگر آمریکایی و در واقع غربی که گوش میکنیم میگن که آمریکا احتمالاً باید آماده باشه برای یک انتقامی در سطح منطقه، همون چیزی که آقای شاهی هم به نوعی بهش اشاره کردن. اما آیا این اون چیزی هست که انتقامی به حساب بیاد که ایران راضی بکنه؟ من فکر میکنم که مسئله رو از جور به صورت دیگری نگاه بکنیم بهش. جمهوری اسلامی در فکر انتقام هست و دست به اقداماتی خواهد زد. آیا این چیزی که آقای ترامپ میخواست که درگیری رو شدت بده، برخوردها رو بالا ببره، این چیزی که آقای ترامپ برای خودش مأموریت خودش در نظر گرفته؟ آیا چیزی که آقای خامنه‌ای میخواد با توجه به وضعیت که آقای خامنه‌ای سردار سپاه امریکا رو نزد؟ آقای ترامپ این کار رو کرد. آقای ترامپ یکی از مقامات عالی رتبه نظام، مقام رسمی نظام رو در کشور ثالث، این اقدام جز عمل تروریستی هیچ معنی و اسم دیگری نداره. با شما تروریسم آقای ترامپ میخواهید با عمل تروریستی در ماهای گذشته ایران اقدامات زیادی کرده که نمیدم. خیلی ها معتقده من نمیخوام، من از این سخنگوی هیچ کدوم از طرف نمیذارم، من دارم سعی میکنم که صحنه رو یک جوری تصویر بکنیم که ببینیم. بحث زدن پهپاد آمریکایی بود، بحث اتفاقات دیگر بود. پس یه داره به من ببین، زیاد ما میشنویم تو این تلویزیون ها که امریکا ایران پهپاد آمریکایی رو زد، امریکا چیزی نگفت. امریکا نمیتونست چیزی بگه، یک شی یک پروازی به داخل حریم هوایی ایران صورت گرفت و ایران حق داشت بزنه و امریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه. این رو به حساب محبت و صلح‌خواهی آقای ترامپ نگذاریم. مسئله اینجا بحث من این هست که آقای ترامپ آمدید که صلح رو در خاورمیانه توسعه بدید، شما آمدید که تروریسم رو بردارید. این راه تروریسم برداشتن قطعا یک جوابهایی خواهد آمد، ضعیف یا قوی. به هر حال هر چه باشد این جواب کمک نمیکنه به صلح. البته مسئله نگاه هست دیگه. به هر حال آمریکا سپاه قدس و سپاه اصلا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. خود همین کار غلطه. خود همین کار غلطه، غیر قانونی است. از نظر مقررات بین المللی شما نمیتوانید یه رسمی نظامی کشور رو بگید تروریسته. آقای رسمیش نظر شما چی؟ بنده فکر میکنم که صورت مسئله که آقای مرتضی‌زاده توضیح میدن واقعا مشکل خیلی اساسی داره. ببینید تصوری که ما از آقای سلیمانی، خب موقعی که ما در مورد مسائل ایران صحبت میکنیم تحلیل میکنیم به این معنا که این مسائل به کدوم سمت میتونه برای مردم آرامش، رفاه و غیره بیاره. تصوری که از آقای سلیمانی درست میشه واقعا در منطقه اون تصور انسان نظامی و سیاسی نیست. شما موقعی که منطقه رو میگردید اجازه بدید صحبت رو برای دستمیش تموم بشه، من به شما حتما فرصت میدم. بفهمید آقای دستمیش. ببینید، من با پناهندگان سوری برخورد کردم، با پناهندگان سنی عراق برخورد کردم، با وضعیتی که تو منطقه بوده. آقای سلیمانی شاید در بعضی موارد تونسته باشه نماینده خوبی برای موضوع ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی پیرو میکنه داشته باشه، اما برای سوری ها نماد رنج، تراژدی و یه نوع حالت خیلی فجیع انسانی بود. برای سنی ها به همین نسبت نماد مرگ بود، نماد ترس بود. برای خود عراقی ها اگه شما یادتون باشه موقعی گاردین به اصطلاح مطلب منتشر کرد که به اصطلاح عراقی ها جرأت ندارن، سیاستمدار عراقی جرأت ندارن در مورد ایشون حرف بزنن. درسته. ببخشید آقای مرتضی، تمام بشه صحبتشون، من به شما حتما وقت میدم. بفرمایید آقای دستمیش. ولی کسانی هم هستن که میگن که او از مرزهای ایران در واقع خارج از مرزها دفاع کرد. کسانی که از عمل کرده او دفاع میکنن میگن که او داعش رو خارج از مرزهای ایران شکست داد، در حالی که اگر که این کار رو نمیکرد داعش ممکن بود به داخل مرزهای ایران بیاد. ببینید، این تصوری که از داعش درست میشه به نسبت ایران یه تصور فوق‌العاده همخوانی نداره با وضعیتی که ما در ایران داره. ببین، سوشال بیسی که در ایران وجود داره با اون چیزی که در عراق وجود داره و در سوریه وجود داره خیلی متفاوته. و این موقعی که ما مقایسه میکنیم تنها یک ترس امنیتی رو بولد میکنیم که بتونیم از این لحاظ به اصطلاح اجنده سیاسی رو خودمون پیروی کنیم. اما اون مسئله‌ای که بالاخره این اتفاق افتاده
کسانی که ایران رو تحلیل میکنن، کسانی که با موضوع ایران برخورد میکنن، آیا میخوان اینو درک کنن یا میخوان با همون تصوراتی که این مسئله رو وجود آورده بازی سیاسی رو انجام بدن؟ تصور آقای سلیمانی در مورد سیاست در منطقه اشتباه بود. بذارید آقای مشتری‌زاده بفرمایید. جناب عالی، الان این صحبتی رو که شروع کردید، صحبت از تصورات کردید و من هم آمدم جلو بگم که ما بحث ما اینجا در اینجا بحث تصورات نیست، بحث واقعیت‌های روزمینه. اگر من گفتم این آقای سلیمانی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی بود، این به معنی دوست داشتنش، طرفداری کردن از اون نیست، این واقعیت روزمینه. و اینجا بحث سر این است که اگر جمهوری اسلامی برنامه ریزی بکنه، مثلا فرض کنید که در سفر بعدی آقای پومپئو به سوریه یا عراق او رو بکشه، این کارش چی؟ نه اسمش چیه؟ تروریسم. ارسه بدید آقای دستمیش بفهمید. ببین، موقعی که ما به کسی میگیم تروریست، این حتما باید همخوانی داشته باشه با وضعیتی که در دوروبرش رو احاطه کرده. کسی تو دنیا نمیتونی شما قانعش کنی غیر از القاعده و داعش که پومپئو تروریسته، ولی قانع کردن این که به یه فرمانده سپاه، اگر جمهوری اسلامی برنامه ریزی بکنه آقای پومپئو رو در کشور دیگری بکشه، این کار رو بهش میگن تروریسم، یعنی جمهوری اسلامی تروریسم رو. آقای دستمیش، میگن اگر یک مقام آمریکایی رو جایی در خارج از مرزهای آمریکا ایران ترور بکنه، یعنی بهش میگی تروریسم یا نه؟ خب اگه جمهوری اسلامی، یعنی اگه امکان داشت، خب کرده بود. به فرض مثال ببینید ایران سر میز مذاکره شهروندی. من فکر کنم بذارید بحث رو پس ببریم به یک بخش دیگه، برای اینکه به نظر میسه که در این مورد با هم اجازه نمیدن که ادای مطلب بشه. ببینید شما ادای مطلب رو دوبار تموم بشه صحبت شما. آخه شما اینجا در استودیو هستید، اجازه بدید ایشون تموم کنه حرفش رو. ایشون داره تکرار میکنه بحثش رو. بنده حرفم این است که ما نیومدیم اینجا که مسائل شخصی خودمون، برداشت های شخصی خودمون، علاقه شخصی خودمون رو بحث میکنیم. ما آمدیم اینجا وضعیت موجود روی زمین رو بحث میکنیم. خب اجازه بدید دستش پاسخ بدن دیگه. وضعیت موجود این است که یه فردی، یه افسر نظامی، یک مقام رسمی یک دولتی رو دولت دوم در کشور سوم میکنه. متوجهم. آقای دستپیش، میگن که این اقدامی که آمریکا کرده وضعیت رو بغرنج تر میکنه، وضعیتی هست که آمریکا ایجاد کرده. شما نظرتون چیه؟ این اتفاقی افتاده اتفاق فوق العاده جدیه. اینا همه معتقدن که میتونه به اصطلاح باعث شرایط متفاوتی بشه، اما اون چیزی که بنده معتقدم بهش اینه که رفتارهای جمهوری اسلامی رفتارهای یک دولت عادی نیست. بسیاری نمونه ها رو میخوام چه در داخل ایران و چه خارج از ایران برایش به اصطلاح نمونه آورد. مسئله اینه که این رفتارهای غیر عادی، به فرض مثال آقای قاسم سلیمانی نیروهاشو فرستاده جلو سفارت امریکا با شعار، با پلاکارد و غیره، آیا واقعا این تأمین کننده منافع کشور؟ بحث منافع ملی است دیگه. میگن یک کشوری منافع ملیش این هستش که در سطح منطقه خودش رو در واقع هژمونیش رو گسترش بده، کاری که آقای سلیمانی به عنوان بازوی نظامی آقای خامنه ای به خوبی انجام داده. آقای قاسم سلیمانی به هیچ وجه منافع ایران رو تأمین نمی‌کرد، جمهوری اسلامی رو شاید، چون که ما با یک موضوع ایدئولوژیک روبرو هستیم. با این موضوع ببینید اون چیزی که در ایران میخوام که بله اجازه میخوام بذاریم خانم انتخابی فرم باید وارد این بحث بشن، چون خیلی وقت ساکت هستن. خانم انتخابی فرم، نظر شما چی است با توجه به اینکه بحث ما این هستش که این به هر حال یک اتفاق بسیار مهم هست و بحث واکنش های ایران هست که چطور میتونه تاثیرگذار باشه در اتفاقات بعدی؟ ایران چه میتونه بکنه برای اینکه وضعیت بغرنج تر نشه از اونچه که الان هست؟ ما شنیدیم که آقای پومپئو دائم در مورد کم کردن تنش صحبت میکنه، علارغم اینکه میگه که ما مجبور بودیم که آقای سلیمانی رو بکشیم به خاطر اینکه تعداد زیادی از جانهای آمریکایی در خطر بوده، یا از این حرفا. دیگران هم گفتن، از بریتانیا هم شنیدیم. نظر شما چیه؟ بله، اول از همه یه نکته مهم در اینجا گم شده و اون اینه که بگیم جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در گرفته. حمله دیشب همونطور که شما اشاره کردین، حمله به تقریبا دومین مقام غیر رسمی ایران بوده. بعد از آیت الله خامنه ای، آقای سلیمانی از لحاظ نظامی و سیاست خارجی کسی بودن که اهداف نظام رو در داخل و خارج از کشور پیش می بردن.
خاطرمون هست استعفای آقای ظریف رو به این دلیل که بشار اسد اومده بود در ایران و آقای ظریف اطلاع نداشتن از این سفر. از مواضع خارجی اطلاع داریم که چطور ایشون از لبنان تا عراق تا یمن تا سوریه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و صدور انقلاب رو پیش می‌بردن. اما اینکه این حمله چرا به یک بار انجام گرفته به نظر من یک تصمیم بلا فاصله آقای ترامپ و بدون برنامه ریزی بوده. ما میدونیم که اگر برای مثال آقای بغدادی یا اسامه بن لادن و وقتی که میخواستن ترور بکنن در اتاق بیزی کاخ سفید جلسه ای تشکیل میشه که وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، از پنتاگون، افراد مختلف باید جمع بشن و عملیات رو به طور دقیق زیر نظر رئیس جمهور پیش ببرن. عملیات دیشب در حالی انجام گرفته که آقای ترامپ در استراحتگاه خودشون هنوز در فلوریدا هستن و فقط یه دستور احتمالاً به قسمت فرماندهی عراق برای اصابت موشک به ماشینی که آقای سلیمانی داخلش بوده رو دادن. در چند روز آینده که تعطیلات تمام میشه و نمایندگان کنگره برمیگردن بر سر کار، ما باید ببینیم بشنویم که نظر اونها در مورد اقدامی که رئیس جمهور آمریکا بدون اجازه گرفتن از کنگره انجام داده چطور بوده. بله، همونطور که دوستان اشاره کردن ما الان به یه سمتی داریم میریم که اول از همه جنگ به نظر من واقعا شروع شده دیگه. بیش از این چه باید اتفاق میافتاده که بخوایم بگیم جنگ هست؟ اما جنگ به معنی کلاسیک اون معنیش تغییر کرده که ما بخوایم بگیم سرباز ممکنه بفرستن به ایران یا حملات هوایی انجام بدن که حالا اون قسمت ممکن در آینده بسته به واکنش جمهوری اسلامی شدت و ضعف داشته باشه. در این که ایران سوال من هست خانم انتخابی، بله. فکر کنید واکنش بله. ایران چه خواهد بود؟ در اینکه واکنششون انتقام جویانه و سخت خواهد بود من تردیدی ندارم. یکی به همون دلیلی که به شما عرض کردم که مقام آقای سلیمانی در حد نفر دوم کشور بوده و مسئله بعدی هم جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و بین اون ایادی خودش هست و اون پرستیژی هست که برای خودش درست کرده، باید سعی بکنه این اعتبار رو به خودش بازگردونه. همونطور که حمله آقای ترامپ برای نشان دادن صداقت در حرفش بود که اگر یک آمریکایی کشته بشه جان آمریکایی برای ایالات متحده مهمه و اونها دست به انتقام جویی میزنن، براشون راهی نمیمونه به غیر از اینکه بخوان انتقام بگیرن. عرض کردم حالا ممکن هستش که ایادی خودشون از یمن تا سوریه و عراق و لبنان دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزنن، از تنگه هرمز تا باب المندب میتونن جریان کشتیرانی و فروش نفت رو تهدید بکنن. دیدیم که امروز قیمت نفت 4 دلار بالا رفت و از طرف دیگه هم داریم می‌بینیم کشورهای همسایه ساکت هستند. آقای انور قرقاش وزیر دولت در امور خارجه امارات طرفین رو دعوت به خیشتنداری کرد. من که واقعا نگران هستن که وضعیت در منطقه به یک صورتی برسه که منافع اونها بیشتر تهدید بشه تا اینکه یک مخاصمه رو در روی جدی بین ایران و ایالات متحده انجام بگیره. شرایط رو باید با توجه به دو سه روز آینده بیشتر بررسی بکنیم. انشاءالله شما دوباره ما رو دعوت میکنیم که ما بیشتر بررسی بکنیم. بله. ولی واکنش ها که گفتی در مورد کشورهای همسایه، یک واکنش جالب از طرف ارگ ریاست جمهوری افغانستان داریم که این شنیدنی هست. ظاهرا آقای پومپئو گفته که با آقای غنی در تماس بوده، به او اطلاع داده بوده که قرار هست کنیم، در حالی که میدونیم که این حمله بسیار در واقع سری بوده، خیلی عده محدودی میدونستن. غیر از اون بله. گفته شده که ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته از خاکش اجازه حمله به ایران رو نخواهد داد، اجازه حمله به هیچ کشوری در اطرافش رو نخواهد داد. به نظر شما آقای شاهی این به ما چی میگه در مورد وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست؟ ما در مورد عراق دیروز صحبت کردیم، مسئله افغانستان مسئله خیلی پیچیده ای هست با توجه به پایگاه‌های نظامی که آمریکا اونجا داره و به هر حال ایران در مرزهای غربیش مشخص هست که دچار چه دردسرهایی بوده، ولی در مورد افغانستان به نظر میومد که در سالهای اخیر دست کم سوار کار بود. اما خب من فکر میکنم که اون عکس العملی را که ما از مقام های افغان امروز داشتیم به نظر من خیلی خردمندانه در واقع دولت افغانستان در یک پیام رسمی گفت ما یک رابطه دینی فرهنگی زبانی با ملت ایران داریم و در این حال ایالات متحده هم
در واقع یک شریک بسیار مهم و محوری استراتژیک برای این کشور هست و از دو کشور دعوت کرد برای خیشتنداری و نشون داد که در واقع هیچ گونه رغبتی برای دخالت در این ماجرا رو نداره. اما فارغ از این در واقع عکس العمل هایی رو که دیدیم نه تنها از مقامات افغان بلکه از خیلی های دیگه در دنیا که در واقع جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو دعوت کردن به خیشتنداری، ما میدونیم که هر اتفاقی که بیفته بدون شک تبعات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد داشت. آقای شاهی، راجع به تبعات منطقه‌ای که صحبت می‌کنیم، وقتی از راجع به میراث آقای سلیمانی وقتی فکر می‌کنیم، آیا فکر می‌کنید که این میراث قابل حفظ هست؟ اون چیزی که به هر حال ظرف سال‌های گذشته، ظرف 10 سال اخیر به خصوص به نظر میاد که آقای سلیمانی تونسته در منطقه ایجاد بکنه، در عراق، در سوریه، در لبنان حضور کاملا پررنگی هست، حضور او و حضور ایران به تبع اون، آیا قابل حفظ هست؟ شما به سوال بسیار مهمی اشاره کردید. دلیل اصلی که در اکثر صحنه‌های نبرد جمهوری اسلامی به مفهوم واقعی کلمه دست بالاتری داشت نسبت به رقباش مثل عربستان سعودی یا امارات متحده عربی، دسترسیش به این پایگاه‌های اجتماعی در اقصانقاط منطقه بود، از جمله عراق، لبنان و یمن. این توانایی که اشخاصی مثل آقای سلیمانی داشتن که این پایگاه‌های اجتماعی رو تبدیل بکنن به ابزار نفوذ و ابزار قدرت برای جمهوری اسلامی، برای کشوری که تقریبا نسبت به تمام همسایگانش هزینه کمتری روی در واقع نیروهای نظامیش میکنه، اما در عین حال در خیلی از موارد، در خیلی از صحنه‌های نبرد دست بالاتری داشته. این قدرت نیابتی که خصوصا در 20 سال گذشته جمهوری اسلامی بهش دست پیدا کرده بود، تا اندازه‌ای بسیار زیادی مرتبط بود به در واقع، از این کلمه با دقت دارم استفاده میکنم، کیش شخصیت آقای سلیمانی. این گزافه‌گویی که من بگم از امروز به بعد این جمهوری اسلامی تمام پایگاه‌های اجتماعیش رو از دست میده و عملا قدرت نیابتیش رو در منطقه از دست خواهد داد. اما در این حال این رو هم ما باید به رسمیت بشماریم که نقش آقای سلیمانی، حضور آقای سلیمانی برای مهندسی کردن این پایگاه‌های اجتماعی، برای مدیریت کردن این پایگاه‌های اجتماعی و تبدیل کردنشون به در واقع ابزار قدرت و ابزار نفوذ برای جمهوری اسلامی بسیار کلیدی و بسیار محوری بوده. در خیلی از کشورها مثل سوریه، عراق یا حتی بحرین یا یمن، در واقع آقای سلیمانی یک وجهه در واقع افسانه‌ای داشت. برای خیلی ها در واقع این جز مباهات بود که این فرصت رو داشته باشن که باشون همنشین بشن، باشون عکس بگیرن. همیشه ایشون در واقع چرا اینطور بود فکر میکنید آقای شاهی؟ از چی میومد این در واقع؟ چون با توجه به اون چه که واکنش هست در شبکه های اجتماعی، از ایران هم یه همچین چیزی میبینیم، یعنی خیلی از کسایی که ممکن است که با جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مسئله داشتن، در این مورد عکس آقای سلیمانی رو گذاشتن. خیلی از حساب‌های اینستاگرامی بسته شده امروز به خاطر اینکه از عکس‌های او استفاده کردن. خب همون کلمه‌ای که من با دقت ازش استفاده کردم چند دقیقه پیش، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با دقت فراوان از آقای سلیمانی یک کیش شخصیتی به وجود آورده بود و ساخته بود که هم در واقع به شکل ابزاری خارج از مرزهای ایران از اون استفاده میشد و بسیار در واقع مفید بود براش. و در این حال همینطورم که اشاره کردید، آقای سلیمانی جزء معدود بازیگران حوزه امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی بود که ظرفیت تقویت کردن احساسات ناسیونالیستی ایرانی ها رو، یا حتی بهتره بگم قسمت قابل توجهی از جامعه رو داشت. بله. و در غیبت جالب، پس بهتون بگم اینجا آقای مجتهد زدم با این حرف شما موافقم، برخلاف معمول که معمولا با هیچ حرف هیچ کدوم از سه نفر دیگه موافق نیستم. بله بله بله. خانم قاضی زاده، من اجازه میخوام در
خانم قاضی‌زاده، من اجازه می‌خوام در مورد افغانستان اگر اجازه میدین یه جمله تکمیلی بگم. آقای مشتری صحبتشون تموم شد، من حتما به شما برمیگردم. آقای من این حرفای آقای شاهی رو تماما قبول دارم و تایید میکنم، ولی بهشون توصیه میکنم زیاد که شورش در نیاره، زیاد قلوف نکنن، چون هر چی بیشتر قلوف بکنیم مشتی که به دهان جمهوری اسلامی خورده شد سنگین تر به نظر خواهد آمد. و من این... خیلی متشکرم از توصیه شما آقای مشتری، دقیقا منظورتون از قلوف چیه؟ غیر از این حرف که آقای سلیمانی هم درون ایران و هم خارج از مرزهای ایران تبدیل شده بود یک کیش شخصیتی جمهوری اسلامی از اون یک استفاده ابزاری میکرد. اجازه بدین آقای مشتری. خانم قاضی زاده معذرت میخوام، من در مورد افغانستان حتما خانم انتخاب اجازه بدید آقای مشتری بفرمایید. من فقط خواستم تایید کنم بحث‌های شما رو، عرض کنم حضور شما که مسئله سر این هست که بعداً چه خواهد شد. من گمان نمی کنم که همه فرصت هایی رو، اگر به حساب فرصت بذاری امکاناتی رو که قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی درست کرده باشه یهو همه از بین برن. هستن کسان دیگری که جاشون میگیرن، ولی همینطور که به شوخی من اضافه کردم مشت خیلی محکم بود، تلافی هم میخواد این مشت. و ما باید نگران این باشیم که تلافی به چه صورتی خواهد شد. و من خودم به سهم خودم در این جا در این سالن من هم آرزو بکنم که همه طرف ها خوشتنداری بکنن. بله. و عرض کنم نگذارن من که من آقای مشتری زاده میخوام یه بحث دیگر رو با شما در دقایق آینده شروع کنم. اجازه بدید که خانم انتخابی فر اون صحبت رو بفرمایید. بفرمایید کوتاه ممنون میشم. من میخواستم در مورد این که صحبتی که فرمودین تماس آقای پومپئو با آقای اشرف غنی که سوال داشتید یه تکمیل بکنم جملات آقای شاهی رو که چرا فرمودین که زنگ زدن به آقای اشرف غنی رئیس جمهور. به خاطر اینکه آقای قاسم سلیمانی از زمان جنگ با طالبان در کنار ائتلاف شمال قرار گرفتن، بعد از اون که آقای زلمای خلیلزاد با سفیر ایران در کابل به تفاهم رسیدن و در بن گفتگو داشتن، واقعا قاسم سلیمانی و سپاه قدس در کنار ائتلاف شمال ایستادن، حمایت کردن از جنگی که ایالات متحده به راه انداخته بود و موجب شکست طالبان شدن. در 17-18 سال گذشته هم نقش سپاه پاسداران خیلی مهم و اساسی بوده در امنیت و نبود امنیت و ثبات در افغانستان. حتی در انتخابات اخیر هم به نظر می رسید با توجه به تبلیغاتی که می شد سپاه پاسداران در کنار یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته بود و این تفاوتی که بین آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله بود از اختلاف نظر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر برنده انتخابات می آمد. امروز دیدیم که آقای دکتر عبدالله، فقط اینو بگم، آقای دکتر عبدالله هم امروز توییت کردن و محکوم کردن کشته شدن آقای قاسم سلیمانی در عراق رو برخلاف نظرهای دیگه که شنیدیم. بله، ولی چیز جالبی که اشاره کردید و به نظر من خیلی مهم بود، ممنونم از شما، در واقع نقش آقای سلیمانی الان بیشتر در مناطق غربی ایران دیده میشه، اما نقش او در افغانستان هم بسیار پررنگ بود و بسیار در واقع نقش عمده‌ای بود. آقای مشتری زاده، من میخوام بحث رو ببرم سر این بحثی که خانم انتخابی فر هم به درستی حالا به نظر میاد که خواستن اشاره بکنن که جنگ به نظر میاد که الان دیگه آغاز شده. یعنی یک، آیا اولا شما با این موافق هستید؟ به نظر من موافق نیستید، ولی با غیر از اون من میخوام یه چیز دیگر هم بگید شما. قبل از این بذارید سوالم رو مطرح کنم. شما فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی سال 60 کشوری متفاوتی هست؟ همین دو ماه پیش با اختلافات جدی در داخل کشور مواجه بودیم، بخش عمده از جامعه مسئله دارند با حکومت. آیا واقعا جمهوری اسلامی میتونه ریسک یک جنگ رو بپذیره در چنین شرایطی؟ ابدا. نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه چنین ریسکی بکنه، بلکه خود ایالات متحده امریکا و آقای ترامپ نمیتونه دست به همچین ریسکی بزنه. آقای ترامپ اگر وارد جنگ بشه با ایران، خیلی جاهایی از دنیا موقعیتاش رو از دست خواهد داد و ریاست جمهوری خودش رو از دست خواهد داد. ببینید، شوخی نیست، جنگ یک کار شوخی نیست. یک بار اتفاق افتاد، هنوز آثارش نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورها رو ول نکرده. کسی که تصمیم به جنگ میگیره، اون کس در اون لحظه فکر میکنه داره انتحار میکنه،
یادمون باشه ما نظریات خاطرات خیلی از فرمودار بسیار سیاستمداران این کار رو میکنن به دلایل زیادی به دلیل اینکه نیاز به رای دارن به دلیل اینکه میخوان حواس جامعه رو ممکن است میخوان پرت بکنن همینطور که دیروز خدمت شما عرض کردم این رقابت ژئوپلیتیکی طرف ها تا اونجا که میتوانند به طرف یکدیگر فشار میارن تا اونجا که فشار کار بکنه بله. یه وقتی اگه ببینن فشار داره میشکنه خودداری خواهند کرد سوال من یه چیز دیگه بود آقای مجتبی زاده بحث من این هست شما با یک جامعه در ایران طرف هستید که بخش عمده ای از جامعه با حکومت مسئله دارن بله. همین یکی دو ماه پیش اعتراضات خیابانی در 5 روز دست کم 300 کشته به جای گذاشته آماری که آمار متفاوتی داریم بعضی ها خیلی بالاتر میگه آیا جامعه پشت جمهوری اسلامی در چنین صورتی میسته؟ من ببینید گمان نمی کنم ملت ایران از خیلی چیزها خیلی مسائل خسته شدند ملت ایران در این حال ملت بیهوش و بیهواسی نیست میدانند که چه مقدار از این مشکلاتی که وجود دارد حاصل مدیریت بسیار ضعیف رئیس جمهور محترم ماست چه مقدار از این بدبختی ها حاصل فشارهای بیمنی و بیمنطق و بیوجدانی آقای ترامپه ملت اینا رو میبینه هر دو طرف رو میبینه توجه کردید ملت من هم ملت هستم من سوالم از وقتی که این تحریم ها شروع شد به این بعد سوالم از آقای ترامپ این است که من ملت چه گناهی کردم که نون منو میبری نفت منو میبری تجارت منو از بین میبری از کنم بزرگ شد من چه گناهی کردم صحیح. شما میخواهید که گفت پومپئو گفت که ما میخواهیم ملت ایران رو به گرسنگی بکشیم تا این ملت جمهوری اسلامی رو پایین بکشه و تحویل ما بده باری کل دا دیگه چی؟ بله. مگه ملت ایران آلت دست شما هستن ملت ایران خودشون گرفتار این رژیم هستن شما میخواهید چی کار بکنید؟ بیشتر گرفتاری تولید بکنید گرفتار رژیم و گرفتار امریکا هر دو ببینید من عرضم این است که ما این مشکلاتی که پیش آمده است رو میبینیم نارضایی ها رو میبینیم عرض کنم حضور شما که در اوج این نارضایی هایی که شما الان اشاره کردید بل. در میبینیم که از طرف دیگر آقای ترامپ به وضعیتی افتاده در نتیجه این استیضاح میخواد دست به هر کاری بزنه که موقعیت خودش رو بالا ببره حالا این هر کاری که میزنه اگر منجر به جنگ با ایران شد برای ترامپ چه اهمیتی خیر اهمیت داره من معذرت میخوام بله من میخوام این بار من صحبت آقای مشتری زاده رو قطع بکنم عذر میخوام اهمیت داره به خاطر خواهش میکنم استاد به خاطر اینکه به هیچ وجه ایالات متحده به دنبال شروع اون جنگ کلاسیکی که به عنوان مقابله رو در رو با ایران یا هر کشور دیگه باشه آقای ترامپ نیست داره به سمت انتخابات میره و به مردم آمریکا وعده داده که حتی نیروها رو خارج میکنه در حالی که دیدیم 4000 نفر رو وارد عراق کردن اقدام دیروز آقای ترامپ یک ریسک بزرگی براشون میتونه داشته باشه مرسی. اگر من تا هفته قبل فکر میکردم که ایشون برنده انتخابات خواهد بود الان ممکنه فکر بکنم که این احتمال وجود داره که به همین دلیل و به خاطر ریسک بیشتری که 45,000 سرباز آمریکایی رو از افغانستان تا عراق قرار داده باعث میشه که افکار عمومی آمریکا فکر دیگه بکنن و نتیجه دیگه بگیرن از اقدام ایشون به همین جهت‌های مختلف هست که فقط به اقدام جمهوری اسلامی احتمالاً به اقدام سایبری علیه ایالات متحده و یا تحریک گروه‌های شورشی ادامه میده و در قبال اون هم ایالات متحده میخواد سعی بکنه که گفتگو بکنه توییت امروز این رو نشون داد ولی تا زمانی که آقای ترامپ بر سر کار هست یا اگر برنده هم بشه در انتخابات بعدی به نظر من هر گونه اقدامی برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده کاملا از بین رفته یعنی دیدیم که ژاپن سعی کرد کشور قطر حتی عمان و این کاملا کشته شده ما نمیتونیم بگیم که الان جنگ رو در روی نظامی شکل میگیره این جنگ هست و مثل 1990 که جورج بوش پدر حمله کرد به عراق و وجود اینکه برنده جنگ بود دیدیم که در نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر گذاشت و در دور دوم برنده نشد آقای ترامپ هم خودشو در یک چنین ریسک قرار داده آقای دست پیش نظر شما چیه ساکت هستید البته من ساکت نیستم چون که از سوال نکردید ببینید فارغ از اون خصوصیاتی که آقای سلیمانی داشت که بعضیاش نزدیک به واقعیت اما بهتره که یه تصویر واقعی تری درست کنیم ببین آقای سلیمانی عراق بعد 2003 رو تحویل گرفت نتیجهش میدان تحریر
و مثلا شورش شیعیان شد. آقای سلیمانی سوریه رو تحویل گرفت، سوریه به معنای عامش، به معنای یک کشور، نتیجه شد اسد و دمشق. آقای قاسم سلیمانی اقلیم کردستان رو تحویل گرفت، نتیجه شد یه حزب تنها که طرفدار اونها و پشت سر اونها باشه. آقای قاسم سلیمانی یه مدتی به اصطلاح همه لباس سبز براشون میپوشیدند، نتیجه شد کشتار مردم و مشخصا انگشت انتها متوجه سپاه پاسداران، جایی که ایشون نقش کلیدی رو داشت. آقای قاسم سلیمانی میراثی که از خودش به جای گذاشته یه ویرانه‌ایه که تبعات اون میتونین اینجوری توصیفش کنیم که این زمین سوخته‌ای رو تحویل جمهوری اسلامی داده که کسی بعد خودش امکان این رو نداره که اینو کنترل کنه یا بتونه تحت احاطه خودش در بیاره. چرا؟ به خاطر تمام زمینه‌های اجتماعی موجودی که قبلا آقای سلیمانی در اختیار داشت، این زمینهای اجتماعی تبدیل به یک نوع مخالفت، دشمنی و یا مقابله شده. از همین منظر میخوام به این سوال بستگی به عمل کرده ایشون داره، چقدرش برایند اتفاقاتی که در اون مناطق افتاده بود، مثلا حضور داعش یا دقیقا. ببینید آقای قاسم سلیمانی مشخصا در مورد عرب سنی جنایت کرد و شاید اینو در رسانه ها کسی ازش بحث نکنه. روزهای اول بعد 2003 تا به اصطلاح زمان کار آمدن آقای مالکی، اونها مشغول ترور نخبگان سنی بودند. بعد آمدن داعش اونها پروسه پاکسازی مناطق سنی رو پیگیری کردند. اینها واقعیتی که تو زمین میتونیم به عینه ببینیم. حتی سنی های عراق اون رو احتلال میدونستند. خب از این نکته میخوام به این نتیجه برسم یا اینو توضیح بدم که امکاناتی که جمهوری اسلامی داره برای واکنش نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده امکانات خیلی جدی نیستند. فارغ از این که میتونید جنگ‌های محدود یا عملی بهتره بگم عملیات‌های محدود نامتقارنی انجام بده، اما زمین بازی که از خودش آقای سلیمانی به جا گذاشته زمین فوق‌العاده خطرناکیه و همین زمین خطرناک باعث شد که حساس در این اطلاعاتی که نباید درز میکرد درز کرد و نتیجهش این شد که این اتفاق افتاد. در مجموع تصوری که ما نسبت به واکنش داریم، مخصوصا های مشتعزاده که مدام تأکید میکنن که باید واکنش نشودن واکنش نشون بدن، که گفتم باید واکنش... گفتم واکنش نشان داده خواهد شد. نه من یادداشت کردن که میگه تلافی باید تلافی بشه. ببین باید بنده هرگز اینطور صحبت نمی کنم. اجازه من شما اونطور استنباط کرد، ببخشید من یادداشت میکنم. به هر حال شما یادداشت کردید ولی ضبط شدهش اینجا هست. ولی اجازه بدید آقای دستپیش صحبتشون تموم بشه چون دائم صحبت میاد صحبتشون. بله شما نباید. نه خب ما میتونیم دوباره ببینیم اینو. البته شما گفتید که ایران مجبور هست که چیز بکنه و در واقع اشارهشون به همین هست. حتما خواهد شد. ولی نگفتم باید دستور میدم. بله بفهمید آقای دستپیش. در هر صورت اون چیزی که اتفاق افتاده موضوع فوق العاده حساسی، جامعه رو به وضعیت خیلی نابسامانتر یا منطقه رو به وضعیت نابسامان، و جمهوری اسلامی بنده معتقدم که از ریل عقلانی خارج شده، نمیتونه تصمیم عقلانی بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا اگه دو نفر بودن که تصمیم غیر عقلانی میگرفتن مثل آقای خامنه‌ای و آقای سلیمانی، الان آقای خامنه‌ای همچنان هستش در این بازی. ایشون چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی قدرت تصمیم گیری منطقی رو نسبت به توانی که جمهوری اسلامی داره نداره، و همین دلیله که شرایط بسیار حساس تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم. بنده میتونم که بله خیلی کوتاه بفرمایید که آقای شایان صحبت. من برای اصلاح این بحث اگه خاطرمون باشد در انتهای بحث گفتم من خودم شخصا امیدوارم که هر دو طرف خویشتنداری بکنن. بنده صحبت است باید جنگ بشه، ولی هرگز در عمرم نکردم و من فکر میکنم که دوستان بهتره که خوب دقت بکنن، خوب بشنون و درست یادداشت بکنن. این یک مسئله است. مسئله دیگه این همه از آقای از والور آقای سلیمانی دوست ما آقای شاهی صحبت کردن به صورت های مثبتی، و این هم دوست عزیز ما آقای دست
دست پیچ عرض کنم حضور شما که به صورت منفی صحبت کردن. سوال من این است که آیا این بحث های ما به این معنی است که اون میبایستی کشته بشود؟ من بحث منفی نکردم و آرزوی مرگ ندارم، برای چون که ما حداقل به نسبت جامعه کردستان ما قربانی این مرگ خواهی هستیم. من ببین اون چی که هست، صحبت از کردستان ندارم. نه آخه ایشون میگن من از جامعه کردستان هستم، برای همین میفهمم. بفهمید آقای دست پیش، منظورم اینه که واقعیت، ببین واقعیت ها رو از نزدیک دیدن، لمس کردن و دیدن خیلی متفاوت از اون چیزی که ما مطلوبه. ببین فضای متاسفانه درست شده در حوزه ناسیونالیسم ایرانی به این معنا که یکی میگه باید به دریای مدیترانه برسیم، یکی میگه باید به آسیای مرکزی برسیم، یکی میگه باید به شبه جزیره عربستان برسیم، یکی مثل حزب اللهی ها کاخ سفید رو حسینیه میکنن. این تصوراتی که درست شده به هیچ وجه منطبق نه با بازیگران و نه با توانه و شخصی هم که در این بازی نقش داشت به خاطری که این تصورات رو تقویت کنه. شما سخنان آقای قاسم سلیمانی یاد دارین، زمانی که فکر کنم همدان بود، تصور که از اون چیزی که شما فکر میکنیم ما به شما نزدیکتریم، این تصورات باعث میشه که ما فکر کنیم که خب این حتما امکان پذیره. خب موقعی که مقایسه میکنیم در واقع میفهمند که بزرگ نمایی کرده آقای سلیمانی از توانایی کشوری که الان دچار این مسائل. سوال من این نبود که این رو دوباره تکرار میکنی. سوال من این بود که با این بحثی که کردید بسیار متین، بسیار خوب، دلنشین، آیا منظورتون این است که خوب کردن کشتنش؟ خب فرمودن که نه، فرمودن که نگاهشون اینه. سلیمانی خودشون خودکشی کردن. خودکشی کردن. شما هر اسمی روش بذارید ما داریم. شما موقعی که میتونم یک توضیح بدم، ببخشید. ما جمع شدیم اینجا که نظرات شخصی و عقاید شخصی را دنبال نکنیم. بله. آمدیم اینجا که حقایق موجود روی زمین رو بررسی بکنیم. مثلا آقای شاهی بیان صحبت کنن، چون به نظر میاد که این بحث به آخره تمومی نداره. آقای شاهی، با این جمع‌بندی که شد، آقای دست پیش می‌فرمایند که آقای سلیمانی وضعیت رو ایجاد کرد که لاجرم به این سمت رفت که کشته بشه. آقای مشتری‌زاده اینجا معتقدند که این اشتباه بزرگی بوده که میتونه نتایج خیلی بدی داشته باشه و طرفین باید خیشتنداری بکنن. به نظر شما اون چه که الان روی زمین میبینیم آیا رفتن به سمت خیشتنداری هست، یا اون چه که میبینیم بیشتر این هستش که ایران ممکن هست در یکی چند ساعت آینده، در یکی دو روز آینده کاری بکنه که وضع از این پیچیده تر بشه؟ من فقط اجازه بفرمایید که تصحیح بکنم، چون آقای مشتری‌زاده نمیدونم هم چرا گفتن که من داشتم از آقای سلیمانی تعریف و تمجید میکردم. نه، من پرسیدم که آیا من همچه کاری کردم؟ واقعه بود که عملا از ایشون یک کیش شخصیتی ساخته شده بود که از اون یک استفاده ابزاری میشد، چه درون مرزهای سیاسی ایران و چه خارج از مرزهای سیاسی ایران و در منطقه، و قصد جانبداری و تعریف و تمجید. نه نه، من هم همچی چیزی نداشتم و نخواهم داشت. اما خب برگردم به سوال شما که عملا به شکلی دوباره مرتبط میشه به در واقع میراث آقای سلیمانی. به نظر من آقای سلیمانی گرچه که از اون عنوان معمار، یکی از معمارهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ازشون یاد میشه، اما به نظر من ایشون در واقع صرفا نماینده آن گفتمان جمهوری بدون مرز بود که از روزهای آغازین انقلاب اسلامی یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این بحث صدور انقلاب و بحث توسعه در واقع ایدئولوژی که نتیجه انقلاب بود در منطقه، و عملا خصوصا در 20 سال گذشته آقای سلیمانی با در نظر گرفتن محدودیت هایی که وضعیت نظامی ایران داشت که عملا نتیجه سیاست خارجیش و انزواش بود، سعی کرد که در واقع چالش ها رو تبدیل به فرصت بکنه برای جمهوری اسلامی. گرچه که تبدیل شدن این چالش ها به فرصت تبعات بسیار زیاد کلان اقتصادی برای ایران داشت، اما با در نظر گرفتن اون اهدافی
که خود جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده بود، به نظر من آقای سلیمانی نقش بسیار مهمی ایفا کرد برای نزدیک شدن و نزدیکتر شدن به اون اهداف، اومد در واقع این پایگاه‌های اجتماعی مختلف رو در منطقه تبدیل کرد به ابزار نفوذ و ابزار قدرت برای جمهوری اسلامی. متشکرم آقای شاهی. متاسفانه وقت ما اینجا تموم میشه. آقای مرتضی ما عذرخواهی می‌کنم. آقای شاهی، من دقیقا همین حرفا رو گفتم که شما بودید. بله بسیار خوب. من اینجا وقتمون خیلی دیگه واقعا باید تموم کنیم. آقای شاهی، آقای دستپیش، خانم انتخابی فر و آقای مشتری‌زاده، ممنونم از شما و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.